کارایی که دارن میگن مانیفست اون چیز اینه، یعنی اون ایدهشون رو روی کاغذ آوردن و درست کردن. مرسی. آه پس استفاده میشه تو فارسی این لغت؟ آه من نمیدونستم. خب بله همونه، یعنی وقتی شما میاریدش توی چیزی که دیگه عیانه، دیگه آشکاره، اون منیفستیشنه. حالا دلیلی که اینو گفتم میخواستم، یعنی عدد هفت یکی از چیزاش که حالا بهش میرسیم این منیفستیشن توشه. دلیل این که عدد هفت انقدر مقدسه، یه منیفستیشن تو عدد هفت هست، یه به وجود آورندگی داره. خب حالا بهش صحبتشو میکنیم حالا بعدا. به هر حال میگه گفت خواندم آن را بر دل احمق به ود، صد هزاران بار و درمانی نشد. سنگ خارا گشت و از آن خوب بر نگشت، ریگ شد که از وی نروید هیچ گشت. احمق نه تنها خوب نشد، بدترم شد. جالبا. پس ببینید همه اینها به اتفاقاییه که میتونه بیفته. ما داریم میگیم انسان اومده اینجا برای یه تکامل، ما تو دنیا هستیم برای یه تکاملی، ما میایم اینجا برای اینکه بتونیم، درسته ما اومدیم گفتیم ما از لامکان اومدیم، اومدیم در مکان به لامکان هم برمیگردیم. حالا دوست داریم که فکر کنیم از لامکان وقتی میایم در مکان ما یه سیر جان؟ نه اون بود، یه سیر بالا روی یا تکامل یا صعودی داریم و بعدش هم میریم بالا. بعضیا سیر صعودی ندارن، سیر نزولی هم دارن. احمق جزء نزول است. بله. گفت حکمت چیست کانجا اسم حق، سود کرد اینجا نبود آن را سبب. حالا طرف از عیسی میپرسه میگه پس حکمت چیه که اسم حق بالاخره یه جایی میتونه به تو کمک بکنه، اینجا هیچ تأثیری نکرد. آن همان رنج است و این رنجی، چرا اون نشد این را و آن را شد دوا. میگه هم اون یه کاره هم این یه کاره، چرا این دوا شد واسه یک چیزی دیگه، واسه این کاری نکرد. گفت رنج احمقی قهر خداست. خب رنج و کوری نیست قهر، آن ابتلاست. خب حالا اینجا لغت قهر به وجود اومده، بعد الان یواش یواش ما حالا داریم به یه کانسپت دیگه داریم میرسیم. تا حالا صحبت عذاب نشده بود اینجا، درست میگم؟ خب ما تا حالا تو این سه تا دفتر که صحبت کردیم صحبت عذاب نشده بود. خب لغت قهرم نسسرلی عذاب نیست، یک دیسکانکت شدنه. یه چجور بهتون بگم، شما وقتی با یک چیزی قهر میکنید چیکار میکنید؟ اصطلاحی میگن خدا قهرش میاد این کارو نکن، جواب نمیدید. جواب نمیگیری. یعنی ببینید قهر یه دیسکانکشنه، شما یه تو این ارتباطتون یه چیز به وجود میاد، یه جدایی به وجود میاد. وقتی این جدایی به وجود میاد شما به جایی نمیرسی، سخن اون طرف هم به شما نخواهد رسید. حالا یه موقع از شما این جدایی رو میفهمی و سعی میکنی که خودتو دوباره وصل کنی. پس شما ببخشید، پس کسی که به اون جریان میرسه احمق نیست. شما یه شعر فارسی هست میگه آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند که بماند که بماند. این چرا این شعر رو میگن؟ به خاطر همین این حرف. اون کسی که نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه کارش نمیتونه بکنه. ببینید عیسی میگه من خوندم اون چیزها رو، گفتم بهش. کسی گیواب نمیکنه روی این مسئله، حرفو میزنی ولی وقتی میگه نمیدونه دیگه نمیدونه، تو ازش در رو. اینم باز یه جاییه که ما باید میزان و سنجشمون باشه ما کی باید در بریم.
از این چیزا. اولی که باید احمق رو بشناسیم ما. وقتی احمق رو شناختیم، احمق شناسی اولش خودشناسیه. ما بعد اول خودمون رو بشناسیم تا بتونیم احمق رو بشناسیم دیگه، درسته؟ We have جان؟ ادرشته بالاخره اینطور که معلومه. آخه خب اگه چیزیه که طبق گفته مولوی، ما ببینید برای حالا کسایی که اینجا جدید اومدن، ما همه حرفامون از حرفای مولویه. من چیزی از خودم اینجا چیزه، این حرفایی که این داره میزنه داستان داره برای ما میاره. یکی از پیامبران اولوالعزم که مرده رو زنده میکنه از احمق در میره. اوکی، پس مشخصه واسه ما وقتی اینو نگاه میکنیم یه چیز خیلی سیریسیه، یه چیز خیلی جدیه. حالا احمق شناسیمون اگه خوب باشه، ما اول باید خودمونو بشناسیم که بتونیم بعد احمق رو بشناسیم. بعد باید بدونیم که کی قراره در بریم ازش، چون there is a time that we have to run away. اول ببینیم خودمون نیستیم. راست میگی، راست میگی. وقتی بشناسیم آره خودمون، ببینیم ما کی هستیم خودمون. احمق هیچ موقع سعی نمیکنه خودشو بشناسه، هیچ موقع در این دام نمیکنه. یعنی اون میگه علامه ده نمیشه. آره هیچ موقع در این البته اینجا پیداش نمیشه. حالا ببینید، ولی میگم باز همه اینا چیزای شناختن خودمونه، ما باید خودمونو بشناسیم آخرش. اشکال نداره. آن همان رنج است و این رنجی چرا او نشد این را و آن را شد دوا. گفت رنج احمقی قهر خداست، رنج و کوری نیست قهر، آن ابتلاست. حالا میگه آدمی که کوره مبتلا شده به کوری، آدمی که دست نداره، پا نداره، آدمی که زبون نداره، خب با ای بی چیز، این ابتلاست. یعنی چی؟ یعنی این آخر دنیا نیست واسش. ولی کسی که احمق، احمق بلاخره آخر سر یه جا به قول شما حضرت موسی هم گفت ما رفتیم، شما بمون دیگه. آره برو. آها پس حالا این حرفو که زدید الان معنی هجرت یه معنی دیگه واسه ما های پیدا میکنه، درسته؟ یه چیزی که میگن، میگن یه موقع های هجرت، درسته. هجرت یعنی که از شما از جایی که سکون دارید یا خانه‌تونه یا مسکنتونه شما بلند میشید میرید یه جای دیگه، حالا به دلیلی کاری نداریم. یه سری شرایط مثلا تو دین اسلام هست، حالا اونا رو بگذرین ازش. حالا شما مسئله اینه که این وسط وقتی داری میری به خاطر چی داری میری؟ به خاطر اینکه میگاه میکنی ببینی خودت داره آینه وجودت کدر میشه. دو تا مسئله است تا حالا صحبتشو کرده. حالا گریختن از احمق یه چیزه، باز دوباره برمیگردم به داستان راجب اون کسی که در ما داستان مال دفتر دوم، اون آدمی که خیلی آدم فرهیخته‌ای بوده ولی داشته با بچه‌ها بازی می‌کرده، یه جارو هم گذاشته بوده وسط پاش انگار این اسبمه، که طرف بهش میگه تو چرا خودتو زدی به دیوونگی؟ میگه ببین من می‌خوام اینا ولم کنن، اینا می‌خوام من برم مصدر قضاوت بشینم، من نمی‌خوام قاضی بشم، به خاطر همین چون اینا میخوام ولم کنم منم خودمو زدم به دیوونگی، اینا ولم کردن. چرا؟ چون آینه وجودم نمیخوام کدر بشه. از این موارد بسیاره، نه تنها پیامبران و اون اصلا غیر اون هم بوده. شما از حضرت یوسف ببین نزدیکترین کسان خودش برادران خودش احمد بود، حضرت یعقوب خودش بود. درسته، درسته. ابتلا رنجی است کان رحم آورد، احمقی رنجی است کان زخم آورد. دوباره باز توضیح میده اون چیزی که مبتلا بهش میشی یه رنجیه که رحم میاره. رحم، حالا رحمت از لحاظ این نیست که رحمت یعنی بالاخره یه بخششی، یه چیزی برات میرسه که اون رنج رو راحت ترت کنه. چرا؟ چون آخرش تو قرار نیست تو رنج باشی، تو درد باشی. چرا؟ چون مولوی میگه، میگه اون کسی که با توه هیچ وقت نمیخواد تو رو تو درد ببینه. احمقی رنجیز کان زخم آورد، اینجا زخم یعنی آسیب. شما وقتی که زخم
میشه بدنه، یه چیزی آسیب دیدی دیگه، یا خودتو برداشتی زخمی کردی، یه کسی زخمیت کرده، دو تایی چیزش یعنی شما رو باعث دردت شده. آنچه داغ اوست مهرو کرد مهرو کرد ببخشید آنچه داغ اوست مهرو کرده است، چاره ای بر وی نیارد برده است. میگه اگه تو احمق باشی، اون کسی که احمقه دیگه چاره ای هم واسهش نیست. زحمقان بگریز چون عیسی گریخت، صحبت احمق بسی خونها بریخت. یه نشونه حالا داری میده، آدم احمق وقتی حرف میزنه خون ریخته میشه. اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چنین دزدد هم احمق از شما. میگه اگه یه جایی محفظه‌ای باشه توش یواش یواش شما آب بریزید، یواش یواش هوا کم میشه دیگه، درسته؟ ببخشید آب یه جا گذاشته باشه، آب یه جا گذاشته باشه، صحبت تبخیر رو میکنه. حالا من مخزن داشتم نگاه میکنم، نه اشتباه کردم، تبخیر میشه، آب میره بالا بالاخره. اینجا میگه احمقم کاری که با شما میکنه، آیین و دینتون رو ازتون میگیره. حالا آیین و دین اینجا صحبت این نیست که مسلمونی من، ممکنه آیین اون چیزیه که من بهش باور دارم، اون چیزی که وجود منو و نفس منو برای من در اختیار من آورده، این آیینه. مولوی این آیینو داره به ما یاد میده که ما چجوری بتونیم نفس خودمون رو، همش صحبت اینه که بابا نفستو بگی در اختیار خودت، نفستو بکش. احمقی اونو ازت میگیره. چرا صحبت دینو نمی کنه؟ چون خودش داره میگه بابا کسی هست که سجادش دستشه یا تسبیح هم دستشه ولی خنجرم تو آستینشه، پس صحبت دینو نمی کنه. گرمیت را دزدد و سردی دهد، همچون کوزیر کون سنگی نهد. ببخشید گفتم اینجا مولوی اصطلاحای چیزی داره، میگه اگه میخواییم بشینیم، شما اگه زیرتون یه سنگ بذارید باعث سردی میشه، باعث آرتروز میشه، باعث هزار تا مرض و بدبختی میاد. میگه انگاری اینه که با احمق اگه باشی، انگاری که برای خودت مرض و مریضی داری میاری. حالا این یه چیز مثال عامی شده که مردم بفهمن، اون موقع هم وقتی میشستم برای خیلی زیرشو میذاشتم، رو سنگیش که نمیشسته. گرمیت را دزدد و سردی دهدم. چی میگیم؟ نه حرف ما چهارشنبه سوری چیه؟ ما اتفاقا گرمیه رو میخواییم. آره. و از آتیش هم حالا نمیخوام الان بریم سر چهارشنبه سوری، ولی چهارشنبه سوری معنی هم داره، معنیش هم الکی نیست. ما دنبال گرمی میگردیم از آتیش. میفهمم، ولی ما از آتیش داریم این گرمی رو میگیریم. دلیلی که اینو داریم از آتیش میگیریم چون آتیش سورس گرماست و فراوانی گرما داره. شما اگه آتیش داری گرما داری، درسته؟ یعنی آتیش چیز دیگه احتیاج نداره که گرم بشه، وقتی به وجود بیاد باهاش گرمی میاد. ما داریم از فراوانی یه چیزی رو میخوایم. این معنی چهارشنبه سوریه. حالا کاری ندارم به چیزای جانبیش که اتفاق میفته، نوروز ما کلی معنی داره و معنیش معنیای آسمانیه، واقعا معنیای آسمانی داره این نوروز ما و این هفت سینی که میچینیم. حالا نزدیکتر عید بشیم صحبت اونم میکنیم. آتش نماد چیه؟ این تو این معنی که گفتم نماد فراوانیه. فراوانی چی؟ فراوانی هرچی. شما گرما دوست داری بیشتر داشته باشی یا سرما؟ سرما دوست دارم.
همه از سرما در میرن. درست میگم؟ الان دوست داری الان بوستون میبودی یا اینجا؟ راست بگو. دوست داری بری و برگردی. ولی خب بالاخره سرد میشین. دو تا اتفاق هم میفته. یکی سرد میشین، یکی سفت میشین. یعنی از فلکسیبیلیتی مون از بین میره. ذره ذره میمیری وقتی که با یه احمد بشینه خوشید. مرسی. مرسی. خوب گفتی. بعد. پس گرمیت را دزدت و سردی دهد، همچو آن کوزیر کون سنگی نهد. آن گریز عیسی نه از بیم بود، ایمن از تو، آن پی تعلیم بود، از ترسش نرفت. آدم ایمنیه، کاری چیزی نمیترسه، میخواد به من و تو یاد بده. زمهریر ار پر کند آفاق را، چه غمان خورشید با اشراق را. اگه زمستون تمام چیزو تمام آفاق رو پر بکنه، وقتی ما میدونیم خورشیدی هست، ترسی دیگه نداریم. پس این وسط دوباره صحبت واصل شدن، وقتی وصلی از چیزی ترسی نداری. یه اتفاق دیگه هم که میفته وقتی وصلی، میدونی که you're connected. بالاخره اگه به احمقم بر بخوری، احمقه رو بهت میگه فلانی بابا احمقی. خب حالا پس صحبت این شد جان. پس اینجا احمد به همون معنی که نقل را از نقل نشناسد، درسته؟ یکی از نشونه هاش. بعد این منظورش مردم عامیه؟ نه، مردم عامی نمیدونن، جاهلن. میتونه اونام باشه، راست میگی. ببین احمق چیزیه که کسیه که نسبت به ندونستنش اصرارم داره. ببین یه حرفی زده میگه، ببین برای احمقم من اون وردیو که واسه همه خوندم، برای احمقم خوندم، درسته؟ وقتی حضرت عیسی اومد برای بقیه همه معجزه آورد، اومدن همه قبول کرد قبول کردن که این پیغمبره، قبول کردن که این از طرف یه چیزی ما برای این چیز طبیعی ما اومده، درسته؟ یه دم اومدن گفتن نه، باور نمی کنی. اصرار در اون چیزی که عیان واسط وقتی که داره میاد و نشناختن اون میشه احمقی. میگن چرا میگن که مولانا بیشتر به مردم آمین میگه؟ سوال خوبی کردی. یه تعریف راجب شنیدم از دکتر سروش و اونو میتونم بگم. تنها چیزی این بوده که چون مولوی یه حرفی بهش میزدن، مثل این که تو چرا با آدم های مثلا با کلاس نمیشستی؟ حالا به قول خودمون با کلاس یعنی کسایی که نمیدونم اهل علمن، نمیدونم بالاخره تو این شهر اسم و رسم دارن. مولوی دنبال نفی همه این چیزا بوده، برای خودش این کار رو میکرده. صحبتی بعد حرف دیگه که میزده میگفته، من چیزی ندارم که به اونا بگم، حرفای من به درد اونا نمیخوره ولی به درد اینا میخوره. اون کسایی که دور و برش بودن بالاخره یه چیزی از این داشتن میگرفتن و عامی حرف زدنش هم به خاطر این بوده که بتونه نفی کنه اون آدماییو که مولوی نمیخوام بگم به عنوان احمق میدیده، ولی به عنوان آدم های سالک نمیدیده. این دلیلیه که دکتر سروش راجع به دفتر پنجم مولوی داره. دفتر پنجم مولوی توش فحش زیاده، اصلا داستان های رکیک داره، خیلی هم عامیه و مولوی مخصوصا اینا رو گفته. چیزی نبوده که بعدن بره. مولوی هیچ وقت هیچ کدوم چیزش رو تصحیح نکرده، هیچ وقت نرفته راجع به چیز بخونه. دلیلش این بوده که اصلا میخواسته ملت یه جور دیگه راجبش فکر کنن. و یه دلیل دیگه هم آورده. بله. به زبان عامه مردم میگم که همه طبقات بفهمن. بفهمن. اون موقع محاورات یه همچین حالتی بوده تو جامعه. بله. اگر خواسته خیلی شست و رفته و
استدلال آدم فرهیخته بگیر و من نمیفهمیدم این چی میگه به زبان خودشون گفته بله این هم داریم یک کاری دیگه شد که از بس گفته دیگه خسته شده عصبانه شده دیگه گفته دیگه با هر چه زبانی که اینا کسی بیش برف من نمیده بزن اینجا دیگه که دار چیزی بفهمم حالا ولی میگم ما که حالات اینو چیزی که مسلمه اینه مولوی گفته هاش انبوه بوده و فقط هم موقعی میگفته که میدونسته که واصله دلیلش هم اینه که وقتی که دفتر اول تموم میشه دو سال طول میشه دفتر دوم شروع کنه و اولین حرفی هم که دفتر دوم میزنه میگه مدتی بایست تا خون شیر شد یعنی مدتی این مثنوی تأخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد و میگه من تا این وسط من باید یه وقتی میخواستم که من دوباره بتونم وصل بشم استاد دم شما گرم خیلی ممنون من پیغامی که دوباره شده بودم بگیرم گرفتم خواهش مرسی روز خودشون به سلامت خداحافظ قصه اهل سبا و حماقت ایشان در و اثر ناکردن نصیحت انبیا در احمقان دوباره حالا راجع به این جریان بازم داره صحبت میکنه این اهل سبا رو داستانش داستان تو قرآن اومده راجع به اینا درسته؟ بله مولوی حالا یه داستان راجع به اینا داره میخواد یه جور دیگه میگه داستانو اولش هم اینو میگه میگه یادم آمد قصه اهل سبا که از دم احمق سباشان شد وبا میگه اهل سبا که چیزه این سبا دوم این رحمت و نعمته در حقیقت باد سبا که میگن بادیه که برای شما رحمت و نعمت و خوشی داره میگه این به عنوان وبا شد وبا اینجا صحبت اینه که یه چیز اینان زخم میمونه درسته بگفت زخمی که احمق کاری که میکنه زخم میزنه بهت یعنی هرتت میکنه جان اون سبا با ساد نیست اون سبا با اهل سبا با سینه اون یکی با ساده آره دومی باد سبا با ساده آره حالا اگه خیلی بخواین چیز کنین سبا و سباست حالا بخواین خیلی وبا هم که وباست آره مرض وباست که ضرری به جسممون داره میزنه خب آن سبا ماند به شهر بس کلان در فسانه بشنوی از کودکان یه حرفی داره اینجا میزنه میگه ببین یه جورایی داره داستان گفتن خودش رو میگه میگه ببین داستان که از بچه ها میشنوی منم دارم حالا یه داستانی میگم این شهر سبا خیلی شهر بزرگی بوده خیلی گنده بوده خب کودکان افسانه ها می آورند درج در افسانه شان بس سر رو پند میگه بچه ها رو دیدی وقتی داستان میگن یه سری افسانه توش حالا خیلی هم قلوف میکنن توش هم ولی یه سری اسرار تو این افسانه هست یه جور دیگه بگم حالا صحبت کودکان نیست در حقیقت ولی داره میگه ببین داستان اگه فکر میکنی یه جاش حالا ممکنه قلوف باشه بدون توش یه پندی هم هست نه مثلا البته مثل داستان جنگ کازرون و ممسنی حالا من دایی جان ناپلون رو خیلی دوست دارم این داستان و سریالش و این چیزا یکی از چیزاییه که من آموست حفظم کل این سریال من شاید بیشتر از 60-70 دفعه دیدم آره. خیلی من دایی جان من توی ماشینم این سیدیش روی چیز موتای میدیای من هست آره. یعنی اینقدر دوست دارم این داستان دلیلش هم اینه البته بخوام با چیز کنیم کاری به نویسندهش ندارم البته به نظر من آقای پزشکزاد بهترین اثرش این بوده بعد از این دیگه اثرهای دیگه شما من زیاد قبول ندارم حالا شخصیه ولی یکی از کارهایی که کرده تو این داستان ایران و عنوان یه مملکت درست کرده و تمام قشرهای مختلف هم آورده توش شما رعیت توش بود بل همه رعیت بود نمیدونم نظامی بود درس خونده بود خارج رفته بود کارمند بود دکتر بود نمیدونم همه بودن
و اینا رو چجوری با هم دیگه تو این خونه دایی جان؟ بله دیگه قمر بود، قمر بود، نمیدونم اون اسد ابوالقاسم واعظ بود. اینا داینامیک، اینا خیلی برای من جالبه، یعنی چجوری اینا این تونستن همه رو بغل هم بذاره و چجوری اینا رو با هم دیگه به نزد. ولی برای خب بازیگریشون هم که خیلی قشنگ به هر حال. حالا خدا را حفظ کنه. بله واقعا الان رو سیدی نیستشون؟ چرا؟ رو سیدی چی؟ داجان آپلون؟ آره میخواییم بهتون بدن؟ شما از سفر برگشت من بهتون بر سیدی هامو ببینم. ولی آره خیلی هستش سیدی هاش روی حتی اینترنت هم هست. نه 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 سیدی هست، خیلی هم خوبه کیفیتش. به هر حال حالا داستان ها میگه بالاخره توش آخر سر سر و پند تو اینا هست. هزله ها گویند در افسانه ها گنج میجو در همه ویرانه ها. بابا خیلی میگه تو افسانه قلوب زیاد میشه، ولی تو هر چیزی شما دنبال گنجش بگردین. بود شهری بس عظیم و مه، ولی قدر او قدر سکره بیش نی. بیش نی. یه شهری بود خیلی بزرگ بود، داره مثل لس آنجلس حالا، ولی داستان داره میگه دیگه، میگه خیلی گنده بود شهره خب، ولی قدرش ارزشش مثل یه کاسه گلی بود. خب حالا کاسه چیه؟ سکره. این سکره بهش میگن. صحبت سر دیده نظر ماست که یه چیزی خیلی بزرگه، ولی ممکنه ارزش معنویش اینقدر باشه. خب بس عظیم و بس فراخ و بس دراز، بزرگ و پهن و بلند. شما پس همه دیمنشن ها رو هم داره تیکر میکنه ازش. بس عظیم و بس فراخ و بس دراز، سخت زفت و تو به تو همچون پیاز. بزرگ و خیلی هم کوچه پس کوچه هم زیاد داره، این پیاز مقایسه ها رو، یعنی باز داره داستان میگه دیگه. پیاز چیه؟ پیاز خیلی هم حالا چیز باشه شما نصفش میکنی بعدش هم با آبگوش میخورین دیگه، ارزشش اینه. درست؟ اونم هست. مردم ده شهر مجموع اندرو، جمعیتش به اندازه ده شهره. این لس آنجلس بود راست میگی. مردم ده شهر مجموع اندرو، لیک جمله سه تن ناشسته رو. میگه اینقدر جمعیت داشت، ولی همه شونو میشد تو سه نفر خلاصه کرد. اونم چه سه تن ناشسته رو، آدم های ناپاک، سه تن آدم ناپاک. اندرو خلق و خلائق بیشمار، لیک آن جمله سخام پخته خار. جان ناکرده به جانان تاختند، گر هزاران است باشد نیمتن. میگه این همه جمعیت داشت، ولی همش سه تا آدم خام آخر سرش، یعنی ولی من میگم سه تا آدم خام بیشتر توش نبوده. حالا یه حرفی میزنه، میگه جان ناکرده به جانان تاختن، گر هزاران است باشد نیمتن. اگه یه جانی به جانان نرسیده باشه، اگه هزاران هم از این داشته باشی، نصف جون هم نیستی. این جان اون روحیه که چیه؟ زنده است، واصله، احمق نیست، میبینه، میفهمه، نظر نداره، بینش داره، عمق همه چی رو نگاه میکنه، معنی پشت صورت رو میبینه. آن
آن یکی بس دوربین و دیده کور، از سلیمان کور و دیده پای مور. نفر اول رو داره معرفی میکنه، میگه این خیلی آدم دوربینی بود، یعنی خیلی دور رو میتونست خوب قشنگ ببینه ولی چشش کور. یعنی چی؟ یعنی چش باطنش نمیتونست چیزی ببینه. چرا؟ چون عظمت سلیمان رو نمیدید ولی یه دونه پای یه دونه مورچه رو قشنگ میدید. درسته؟ ما الان آدم داریم که میتونه عمق یه سلول رو ببینه ولی قدرت خدا رو حاضر نیست ببینه. مثال رو ببینیم. آن یکی بس دوربین و دیده کور، از سلیمان کور و دیده پای مور. وان دگر بس تیز گوش و سخت کر، گنج در وی نیست یک جو سنگ زر. گنج در وی نیست یک جو سنگ زر. آدم اون دومی هم آدم خیلی تیز گوشی، خوب میتونه بشنوه ولی کره کره، چیه ندای سروش رو نمیشنوه، صدای دلش رو نمیشنوه. آدمیه که ممکنه خیلی هم پول داشته باشه ولی یه ذره زر نداره، گوهر توش نیست. آن دگر او رو برهنه لاشه باز، لیک دامنهای جامعه او دراز. سومی هم آدمیه که برهنه است، لخته و هیچ جوری نمیتونه خودشو بپوشونه. خب ولی جامه های بلند هم داره. اون موقع هم اگه دامن بلند داشتی مظهر بالاخره بزرگی و ثروتمند بودن و این چیزا بود دیگه. گفت کور اینک سپاهی میرسند، من همی بینم که چه قومند و چند. کوره ور میداره میگه به من دارم میبینم از دور یک سپاه بسیار زفتی داره میاد. خب گفت کر آری شنودم بانگشان، که چه میگویند پیدا و نها. کرم گفت دارم میشنوم اینا چی میگن به هم دیگه. جالب نیست؟ کره داره میشنوه. آن برهنه گفت ترسان زین منم، که ببرند از درازی دامنم. اونم که چیز بگو من میترسم الان بیان هر چی دارم ببرم. این دامن بالاخره سمبول اینه که من چی دارم دیگه. درسته؟ دارین میگیرین اهل سبا رو که اینا کیان؟ کور گفت اینک به نزدیک آمدند، خیز بگریزیم پیش از زخم و بند. کوره گفت بابا اینا دارن نزدیک میشن. یادتون باشه کوره دوربینه، داره اون تهو میبینه، ببین اینا دارن نزدیک میشن، پاشیم بریم دریم که چیزی نشه به ما. کر همی گوید که آری مشغله، میشود نزدیک یاران هله، نزدیکتر یاران هله، یعنی را بیفتین بریم. کره گفت آره چیزه مشغله اینجا، یعنی وای فریاد فقان، ای بابا دارن میرسن، انگلیس ها اومده. دایی جان آپلون هم اینو میگفت دیگه، انگلیس ها اومده. آن برهنه گفت آوه دامنم. اونی هم که در اصل برهنه بود، اوریان بود ولی دامن یعنی لباس داشت، گفت آوه دامنم، ای بابا لباسم، از طمع برند و من نایمنم. اینا میان الان هر چی من دارم دوباره میگیرن، لباسم رو میچینن. هیچی هم نداشته ولی آره. ولی من الان نایمنم، من الان میترسم هر چی دارم ببرم. شهر را هشتند و بیرون آمدند، اینا از شهر اومدن بیرون، در هزیمت در دهی اندر شدند. برای اینکه به در برن رفتن به یه دهی، یه جایی که فکر میکردن اونجا امنه، کسی پیداشون
نمیکنه. اندران ده مرغ فربه یافتند. تو اون ده یه مرغ خیلی چاق و چله پیدا کردند. لیک ذره گوشت بر وی نه نشند. ولی اصل این مرغ این بود که یه ذره گوشت هم نداشت. دارین تجسم میکنین اینو میدونم. مرغ مرده خشک و از زخم کلاق، استخوان‌ها زار گشته چون پناق. این پناق در حقیقت یعنی ریسمان، یه چیز تار، یه چیز تار ابریشم. این پناق یا پناق مال من نوشته پناق، یعنی این کتابی که من داشتم میخوندم. حالا پناق نوشته مال شما. به هر حال معنیش میشه یه چیز خیلی باریک، یه ریسمان. اوکی؟ مرغ مرده خشک و زخم کلاق. این مرغ مرده بود، زندم نبود، خشکم بود و از زخم کلاق یا لاشخور در حقیقت، چیزی که لاشه میخوره، هیچی گوشت بهش نبود. ولی یادتون باشه اینا مرغ فربه یافته بودن، یعنی یه مرغ خیلی چاق و چله پیدا کرده بودن. اصل مرغو داره مولوی میگه واسمون. خب یادتون هم باشه دوباره دارم میگم، داستان دارم میگم، و مثل بچه ها که قلوب میکنن. استخوان ها زار گشته چون پناق، زان همی خوردن چون از سید شیر، هر یکی از خوردنش چون پیل سیر. انقدر خوردن ازش انگاری که یه دونه سید و یه شیر گرفته باشه، و انقدر خوردن که خودشون هم عینن یه دونه فیل گنده شدن، باد کردن. هر سه زان خوردند و بس فربه شدند، چون سپیل بس بزرگ و مه شدند. اینا خوب خوردند و خوب گنده و فربه شدند، انگاری سه تا فیل حالا به وجود اومده. از مرغی که گوش نداشت. مرسی. آنچنان که از فربهی هر یک جوان، در نگنجیدی ز زفتی در جهان. انقدر اینا گنده شده بودن که انگار اصلا جا نمی شدن تو این دنیا. با چنین گبری و هفت اندام زفت، از شکاف در برون جستند و رفت. گبزی ببخشید. با چنین گبزی میشه قوت و قوی بودن. با چنین گبزی و هفت اندام زفت، این هفت اندام هم میشه دوتا دست و دوتا پا، چش و گوش و سر و این هفت اندامی نیست که ما نماز بخونیم. سر و سینه و شکم، دست و دست، پا و پا. خب از این جهات اینا بزرگ بودن، هفت اندام زفت اینا میشن. خب از شکاف در برون جستند و رفت. اینا از یه شکاف در اونجا پیدا کرده بودن، حالا اونجایی که بودن از اونجا هم رفتن بیرون. راه مرگ خلق ناپیدا رهیست، در نظر ناید که آنجا بیرهیست. حالا یه حرفی داره میزنه، میگه راهی که مردم میرن برای مردن خودشون راهیه که پیدا نیست، ناپیدا رهیست. در نظر ناید که آنجا بیرهیست، راه هم نیست، بیراهیه، بیراه هست. خب حالا این مرگ چه مرگیه و این چیزا ما باید بذاریم واسه هفته دیگه. ولی نک پیاپی کاروانها مقتفی، زین شکاف در که هستان مختفی. اما اتفاقی که میفته وقتی که اینا از این شکاف در میرن، یه سری آدم هم همینجوری دنبال اینا میرن، آدمایی که تقلید میکنن، مقلدن. خب بردر ار جویی نیابی آن شکاف، سخت ناپیدا زو چندین زفاف. اما اگه دنبال این درم بگردی پیداش نمیکنی. خب همچین، چون تو این دره حالا کجاست؟ این دره به طرف مرگ داره میره به هر حال. خب و تو این راه هم که داری میری
احساس میکنی که دارن به خونه شوهر میفرستنت، خیلی هم همچین خوشی داره توش. خب خوب کانفیوز شدین؟ داستان کلن داره تضاد داره با خودش، حالا کاری نداریم، داستان بلندی هم هست. صحبت سر جا. این موقعی که اینا خوردن خیلی فربه شدن، این یعنی چی؟ این موقع نماد چیه؟ خب صحب کن دیگه، چشون پس صحب کنیم. آره، باید داستان رو بخونیم که ببینیم مرغ چی بوده، یعنی واقعا. ولی یه چیزی رو میخوام، تا حالا اگه هیچی ما از این داستان نگرفته باشیم، یه چیزی رو گرفتیم که اون چیزی که اصله با اون چیزی که ما میبینیم میتونه فرق کنه، درسته؟ یعنی مولوی نسبت به استعمال طعام خیلی چیز داره، دفتر اولم خیلی راجبش حرف میزنه که ببین چی داری دهنت میذاری. صحبت لقمه حلال رو میکنه تو داستان توتی و بازرگان، که حواست باشه چه لقمه‌ای به دهنت میره. و حرفش هم اینه که لقمه حلال اتفاقی که میفته میتونه روی بدنت و روی روح و روان تأثیر بذاره. بعد حلال رو میاد باز میکنه که حلال یعنی چی. ما اگه مسلمونیم، حلال یه معنی برامون داره از لحاظ دینی، که مثلا ذبح اسلامی شده باشه و نمیدونم گوسفند رو جلوی قبله زمین زده باشن و بسم الله گفته باشن و از این برنامه ها، سورسش هم درست باشه و این برنامه. مولوی اونجا میاد خیلی به طور جامعه اینو تعریف میکنه که اصلا صحبت این نیست، صحبت اینه که حرفی که ایشون هم زدن، از کجا آوردی؟ آیا پاتو رو شونه کسی دیگه گذاشتی اینو به دست آوردی؟ حق کسی دیگه ضایع شده تو این مسئله؟ مولوی سر این داستان میگه قشنگ که اگه لقمه حلال، و این لقمه حلال هم با صفت انسانهای کامله، پشت این یه چیز دیگر رو، وقت داستان دیگر رو میگه راجع به این که پرهیز کنید. یا اگه دقت کنید تا حالا صحبت آدم حازم رو خیلی کرده، آدمی که هی پرهیز میکنه، یکی از دوراندیش هم هست. یه حرف دیگه هم که میزنه میگه ببین وقتی مریضی، اتفاق اولی که میفته دکتره بهت میگه پرهیز کن. خدای نکرده ما بیمارستان نرفته باشید، ولی بیمارستان وقتی که میخوابونن آدم ها، اولین کاری که میکنن آب و ازت میگیرن و غذا رو میگن باید سرم بهت بزنیم و هیچی تا ببینیم چته. این حالا چیز جسمانی مونه. روح هم همینطوره. مولوی یعنی صحبت پرهیز کردن و میگه پرهیز کن. چرا؟ چون لقمه حلال مهمه توی این اکوسیستمی که حالا مولوی داره پایه‌گذاری کرده و راجعش داره صحبت. پس روی همون نوت ما الان صحبت رو تموم میکنیم تا ایشالا هفته دیگه ببینیم این قوم سبا چی خبر بوده برنامه شون. مرغه چرا این مرغه اینقدر چیز بوده؟ جالب میشه داستانش مثل بقیه داستانش. ممنون و متشکرم. مرسی.